بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما محصلین نهایت عزیز، امید که همگی خوب و صحتمند باشین. بحث حقوق جزای بین الملل، محصل نهایت گرامی، جزای بین الملل یک، در ادامه بحث های گذشته جلسه هفتم و هشتم ری جلسه با هم داریم. موضوع حقوق جزای بین الملل ما شما تا اونجا قسمت پیش رفتیم که اساس صلاحیت سرزمینی رو داشتیم، ما مطالعه میکردیم جرایم داخل کشتی و تیارات رو با هم صحبت کردیم که جرم داخل کشتی و تیاره چه کسی یا کدام کشور صلاحیت رسیدگی داشت. در قسمت استثناءات از این رو با هم خواندیم، کشتی تجارتی، کشتی نظامی، این موضوعات رو با هم صحبت کردیم. و آخرین بحثی که با هم داشتیم محصلین گرامی و قرار شد که با هم صحبت بکنیم، بحث مسئولیت دیپلماتیک بود. ببینیم در قسمت اصل صلاحیت سرزمینی گفتیم کشور صلاحیت رسیدگی به جرم داره که جرم در قلمروی از او کشور اتفاق افتاده باشه. مثلا گفتیم یک خارجی بیه در داخل افغانستان یا یک افغان در داخل افغانستان جرم انجام بده، ولو هر شخص خارجی افغان انجام بده، ما بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی کشور افغانستان صلاحیت رسیدگی به جرم داره. چیزی که تا به اینجا خواندیم در حقیقت این چیز رو بر ما میرسانه. کشور صلاحیت سرزمینی یعنی کشوری که جرم اونجا اتفاق افتاد. اما امروز میخواییم در این جلسه یک استثناء با هم صحبت بکنیم، یعنی بر اساس از این استثناء کشوری که جرم در قلمروی از او اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی نداره. یعنی چی؟ ببینیم محصلین گرامی، محصلین عزیز، امروز ما یک بحث داریم به نام مسئولیت دیپلمات، مسئولیت دیپلماتیک. مسئولیت دیپلماتیک چی است؟ من یک مثال میزنم. به عنوان مثال، در صورتی که اگر مثلا دیپلمات ترکیه یا آمریکا یا هر کشور دیگه بیه در داخل افغانستان و داخل افغانستان جرم انجام بده، دولت افغانستان صلاحیت رسیدگی به جرم نداره. چرا صلاحیت رسیدگی به جرم نداره؟ علتی چی است؟ ایر بحث میکنیم. ما بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی خواندیم که هر کس که جرم انجام بده بر اساس ماده 16 کد جزا ما میتونیم به این جرم رسیدگی بکنیم. اما یک سری استثناءات از قبیل مسئولیت دیپلماتیک وجود داره. اصلا خود دیپلمات کی است؟ طوری که شما میفهمید دیپلمات کسی است که به نمایندگی از دولت خود خود در یک دولت دیگه یا یک سازمان دیگه به نمایندگی از او کارهای سیاسی را انجام میده. در قسمت مسئولیت دیپلماتیک امروز دیپلمات‌ها به خاطر اینکه در حقیقت بهتر بتوانند وظایف خود انجام بدن و به خاطر حفظ اسرار سیاسی و همچنین به خاطر احترام به کشور فرستنده، دیپلمات‌ها در داخل کشور پذیرنده مورد محاکمه و مجازات قرار نمی‌گیرند. در این رابطه کنوانسیونی هم وجود داره، البته کنوانسیون‌های مختلف وجود داره. مثلا به عنوان نمونه کنوانسیون وین مصوبه 1961 یا کنوانسیون 1969 کنوانسیون وین باز هم، یا به فرض مثال کنوانسیون 1973. کنوانسیون های مختلف و متعددی در این رابطه به وجود آمده. مثلا در همین کنوانسیون وین مصوبه 1961 آمده ذکر شده، میگه مسئولیت و مزایا، یعنی همین که ما میگیم دیپلمات مسئولیت داره از تعرض، از محاکمه و مجازات مسئولیت داره، محفوظ هست. این مسئولیت به خاطر امتیاز به این شخص نیست، بلکه این مسئولیت به خاطر انجام وظایف دیپلماتیک هست، به خاطر انجام وظایف سیاسی است که بتونه به نفع به حالت مؤثرتری به عنوان نماینده دولت این اعمال را چکار بکنه؟ انجام بده. البته محصلین عزیز، یک موضوعی که اینجا نیاز هست ما بحث بکنم، سابق یک ایده بود، البته ایده اشتباه است و ایده درست نیست، گفتیم سابق چنین ایده وجود داشت،
که دیپلمات ها به این خاطر مسئولیت دارند که سفارتخانه جزء خاک دولت فرستنده محسوب میشه. یعنی به عنوان مثال سفارت افغانستان داخل ایران جزء خاک افغانستان محسوب میشه، پس به همین خاطر دیپلمات ها مسئولیت دارن. که این نظر اشتباه است. اگر ما این نظر رو بپذیریم، دیپلمات ها فقط صرف داخل سفارتخانه اینا مسئولیت دارن، در حالی که نه، بیرون از سفارتخانه هم اینا مسئولیت دارن. و در حقیقت این مسئولیت دیپلماتیک طوری که بیشتر ما گفتیم مبنای از این به خاطر چی است؟ به خاطر حفظ اسرار سیاسی، به خاطر ای که بتونه موثرتری عمل بکنه، به خاطر از ای که بهتر کارهای سیاسی رو به نمایندگی از دولت خود بتونه انجام بده و پیش ببره، و دیگه به خاطر احترام متقابل بین کشورها، چون به عنوان نماینده دولت و عمل میکنه، به همین خاطر این مسئولیت برای از او داده میشه. در این ماده 29 کنوانسیون وین آمده ذکر شده، گفته شخص مأمور سیاسی که اون حالا دیپلمات مسئول است و نمیتوان اون را به هیچ عنوان مورد تعقیب و بازداشت قرار داد. ببینیم این ماده برای ما میرسانه که مسئولیت دیپلماتیک، مسئولیت جزایی از او چی هست؟ استثنایی وجود نداره، یعنی به صورت مطلق هست و کشور پذیرنده مکلف به او رفتار محترمانه انجام بده و آزادی و از او احترام بگذاره. یعنی در کل مسئولیت سیاسی در بخش مسئولیت جزایی برای دیپلمات‌ها یا برای مأمورین سیاسی استثنایی وجود نداره و در حقیقت یک مسئولیت مطلق هست. حالا به خاطر از اینکه ما موضوع بهتر بفهمیم و موضوع بهتر درک بکنیم، ما در کل می مسئولیت قضایی رو هم صحبت میکنیم. مسئولیت قضایی محصلین و عزیز شامل دو بخش هست، یکی مسئولیت جزایی و یکی مسئولیت مدنی. مسئولیت مدنی به صورت کامل و مطلق پذیرفته نشده. بهتره که ابتدا ما این بگیم که دیپلمات ها هم مسئولیت جزایی دارن و مسئولیت مدنی دارن. مسئولیت جزایی نو مطلق هست، یعنی هر جرمی که انجام بدن در داخل کشور پذیرنده مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گیرن، دلایل رو ما پیشتر گفته. اما مسئولیت مدنی هم دیپلمات ها دارن. این مسئولیت مدنی مطلق نیست. مثلا در مواردی که مربوط به فعالیت آزاد دیپلمات باشه، مثلا یک دیپلمات آمده در داخل افغانستان، دیپلمات ترکی یا فرض مثلا روسی یا هر کس هست، آمده بر علاوه که مأمور سیاسی، بر علاوه که امور دیپلماتیک داره پیش میبره، کارهای سیاسی پیش میبره، ای در داخل افغانستان داره تجارت هم میکنه. البته حق تجارت نداره، حالا به فرض مثالی داره تجارت هم میکنه، در چنین موارد این مسئولیت نداره. مثلا اگر کس دعوای مربوط به موضوعات تجارتی داشته باشه، میتونه بره بیه در داخل محاکم مدنی افغانستان، محاکم تجارتی افغانستانی دعوار پیش ببره. یا اگر به فرض مثال دعوا مربوط به اموال عقار باشه، موضوع مدنی هست، چون اینجا موضوعات مدنی محصلین عزیز مجازات نداره که فرض مثال ما محبس بندی کنیم یا فرض مثال رو بیم اعدام بکنیم. موضوعات مدنی شامل جبران خساره و از این قبیل چیزها میشه. پس در صورتی که اگر دعوا مربوط موضوعات تجارتی باشه یا فرض مثال مربوط به موضوع عقار باشه، عقار یعنی اموال غیر منقول، مثلا یک نفر دیپلماته، حالا برای شخصا برای خود خود زمین خریداری بکنه. البته در برخی کشورها اجازه نمیدن که شخصا برای خود خود خریداری کنه، مثلا افغانستان حق خریداری نداره. مثلا اجاره گرفته، یا فرض مثال در برخی کشورهایی که اجازه میدن برای خریداری زمین خریداری کرده، دعوا مربوط به عقار باشه، در چنین مواردی هم مسئولیت از او استثناست و در این حالت میتونه فرد دعوای مدنی رو برای پیش ببره. و یا ای که دعوای جزایی، دعوای مدنی ناشی از دعوای جزایی باشه، مثلا دیپلمات ها حادثه ترافیکی میکنه، پای یک فرد میشکنه، در این حالت
ما موضوع جزایر اینجا رسیدگی نمی کنیم. حالا بحث جزایر از اینکه نقص قوانین ترافیکی یا هرچی که بوده در کشور خودی رسیدگی میشه، اما موضوع مدنی از این میتونه در این کشور مورد رسیدگی قرار بگیره، اون فرد میتونه برای خود جبران دعوای جبران خساره بکنه. اما طوری که قبلا هم گفتیم محصلین عزیز، مسئولیت جزایی به صورت مطلق پذیرفته شده، چنانچه در ماده 31 کنوانسیون وین آماده ذکر شده، گفته مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده، مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مسئولیت تعقیب جزایی برخوردار است. یعنی ما نمیتونیم در داخل کشور پذیرنده اون ما چی بکنیم، مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار بدیم. پس خلاصه بس مسئولیت از در موضوعات جزایی مطلق است. و در فقره 4 ماده 31 آمده ذکر کرده، گفته مسئولیت قضایی مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده به معنای معافیت از او از مجازات نیست. یعنی این مسئولیت او معاف از مجازات نمی کنه. به این معنی نیست که تو هر جرمی که دلت خواست میتونی انجام بدی و مورد محاکمه مجازات قرار نمیگیری. نه خیر، فقط صرف در دولت پذیرنده او معاف میکنه، در دولت فرستنده یعنی دولت متبوع خود از او در اونجا مورد محاکمه و مجازات قرار میگیره. در قسمت که چه کسانی دارای مسئولیت سیاسی هستند، محصلین عزیز، در قسمت دارندگان مسئولیت سیاسی، مواد 31، 29 و 37 کنوانسیون وین می این موضوعات رو مشخص میکنه. اگه کسانی که دارای مسئولیت سیاسی و به تبع از او دارای مسئولیت جزایی هستند شامل این افراده: 1. مأمور دیپلماتیک. در خود فقره ببخشید در ماده 1 فقره 1 ماده 37 می ذکر میکنه، میگه اصطلاح مأمور دیپلماتیک یعنی رئیس مأموریت یا یکی از کارمندان دیپلماتیک مأموریت. 2. بستگان مأمور دیپلماتیک. البته بستگان از او یعنی کسانی که اهل خانه از او هستند، یعنی کسانی که در یک خانه با او زندگی می کنند، مشروط بر ای که تبعه دولت پذیرنده نباشند. مثلا دیپلمات افغان نماینده سیاسی افغانستان یا مأمور سیاسی افغانستان رفته به ترکیه، همراه از او همسر از او هم هست، فرزندان از او هم هست، بر علاوه که خود از او مسئولیت دارند، ای بستگان از او یعنی کسانی که در یک خانه با او زندگی می کنند، اینها هم داره مسئولیت هستند. یعنی به تبع از اینها مسئولیت سیاسی میگیرند و تبع از این مسئولیت مسئولیت جزایی هم دارند. البته مشروط بر ای که تبعه کشور پذیرنده نباشند. یعنی به عنوان که به عنوان مثال ای دیپلمات افغان با یک خانم ترکیه در اونجا ازدواج بکنه، مثلا رفته به ترکیه با یک خانم که تابعیت ترکیه داشته ازدواج کرده، در این حالت او خانم ترکی مسئولیت سیاسی نداره، دولت ترکیه میتونه اون محاکمه مجازات بکنه در صورتی که اگه جرم انجام داده. و فقره 3 از این میگه کارمندان اداری. بر علاوه کارمندان اداری در ادامه از این ماده می ذکر میکنه کارمندان اداری و بستگان اهل خانه آنها. یعنی بر علاوه کارمندان اداری به فرض مثال و همسر خور با خود خود میباره، فرزند خور با خود خود میباره، اینها هم دارای چی هستند؟ دارای مسئولیت هستند. البته مشروط بر این که تبعی دولت محلی نباشند. بیشتر مثالی که گفتم در قسمت کارمندان بستگان مأمور دیپلماتیک در این موضوع هم در این قسمت صدق میکنه، به این معنی که کارمند اداری سفارت یا کارمند اداری سفارتخانه با تبعی از او کشور ازدواج نکرده باشه. مثلا اگه ازدواج کرده باشه و همسر از او
مسئولیت نداره. چرا؟ چون تابعیت از او کشور داره. اگه او مجازات نکنه دیگه کشور دیگه نیست که او مجازات کنه. نکته بعدی، حتی خدمه ماموریت هم داره مسئولیت سیاسی هستن. بر اساس ماده 37 کنون سینویت میگه خدمه ماموریت مشروط بر این که تبعی دولت محلی نباشن. یعنی حتی اگر که کسانی که خدمتکار هستن عنوان خدمه در داخل از او در دقیقه سفارتخانه کار میکنن، محل دیپلماتیک کار میکنن، اینها هم دارای مسئولیت هستن، مشروط برای که تبعه کشور محلی نباشن. یعنی بعضی وقتا فرض مثلا سفارت افغانستان در داخل ترکیه خدمه را از اینجا برده بعضی و گاهی وقت برخی از خدمه خور از داخل خود ترکیه میگیره. در این حالت او افرادی که از اونجا گرفته شدن اونها مسئولیت ندارن. و همچنین در بخش دیگه از این ماده آمده ذکر کرده، گفته خدمتکاران شخصی. البته محصلین عزیز در قسمت خدمه فقره قبل که ما توضیح دادیم گفتیم خدمه شامل کسانی هستند که مسئولیت دارند. خود کنوانسیون آمده خدمه رو تعریف کرده، میگه خدمه آن دسته از کارکنان ماموریت که به امور خانگی اشتغال دارن. یعنی اینو کارهای سیاسی انجام نمیدن، موضوعات سیاسی پیش نمیبرن، اما موضوعات امور خانگی یعنی خانه سامان و چنین موضوعات اینا هم مسئولیت داره. خب خلاصه بعد میگه خدمتکاران شخصی، میگه مشروط بر این که دولت محلی مسئولیت جزایی از اونا بپذیره. منظور از خدمتکاران شخصی مثلا نماینده سیاسی با خود خود میده، یک نفر خدمتکار شخصی به داخل خانه خود میبره، اینا هم میگه مسئولیت داره، مشروط بر این که مسئولیت از اینا توسط دولت محلی پذیرفته بشه. البته سایر اشخاصی که به غیر از او افرادی که ما پیشتر در ماده 37 گفتیم، سایر اشخاصی که دارای مسئولیت هستند، تعداد افراد دیگه هم دارای مسئولیت سیاسی و به تبع از او دارای مسئولیت جزایی هستند. محسنین عزیز، این اشخاص یا این افراد شامل چه کسانی هستند؟ طوری که شما در داخل سلاید میبینید، این افراد محسنین عزیز شامل نمایندگان دولت در سازمان ملل متحد، اعضای سایر سازمان های بین المللی، برای سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی دیگه هم وجود داره، حالا تمام اعضایی که در سازمان های بین المللی فعال هستن و اونان عضو هستن، این هم دارای مسئولیت سیاسی و به تبع از او دارای مسئولیت جزایی هستن. قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان سازمان های بین المللی، سایر کسانی که دارای پاسپورت و ویزای سیاسی باشند، اینها اشخاصی هستند که محصلین عزیز تکرار میکنند مسئولیت سیاسی و به تبع از اون مسئولیت جزایی دارند. همین موضوع در ماده چهارم فقره 7 کد جزای افغانستان هم آمده درد شده. ماده برای شما میخوانم. البته ماده 4 خیلی طولانی است، ما فقط فقره 7 از اون کار داریم. فقره 7 از اون برای شما مطالعه میکنم. در فقره 7 ماده 4 کد جزای آمده ذکر شده، گفته اشخاصی که دارای مسئولیت بین المللی هستند، این اشخاص عبارتند از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر، سفیر، سایر نمایندگان سیاسی دول خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی و بین الحکومتی و سایر اشخاصی که مطابق به کنوانسیون 1969 ویانا در مورد مسئولیت دیپلماتیک و کنوانسیون 1973 در مورد جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی دارای مسئولیت بین المللی هستند، به شمول اعضای خانواده آنها، به شمول اعضای خانواده آنها. پس ببینید محسنین گرامی، ما وقتی میگیم اصل صلاحیت سرزمینی، در اصل صلاحیت سرزمینی کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم داره که جرم در قلمروی از او اتفاق افتاده باشه. اما زمانی که جرم توسط یک نماینده سیاسی اتفاق افتاده باشه،
او کشوری که جور در قلمرو از اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی نداره، استثناءً کشور مطبوعی از این شخص رسیدگی میکنه. بازم تکرار میکنم که نمایندگان سیاسی مسئولیت دارن. مسئولیت از اونا به این معنا نیست که در کل از محاکم و مجازات معاف هستند. مسئولیت اینا به این معنا که در داخل کشور پذیرنده مورد محاکم و مجازات قرار نمیگیرن. چرا؟ به خاطر از اینکه با خیال راحت بتونن کار خود انجام بدن و کدام دسیسه ای برای از اینا به وجود نیاید. و در صورتی که اگر جرم انجام بدن توسط دولت مطبوع خود مورد محاکمه و مجازات قرار میگیرن. خب یک نکته کوتاه دیگه در قسمت موضوع کنسول ها خواستم میخوایم برای شما توضیح بدم. اینا طریقت کسایی بود که در داخل سفارتخانه مشغول کار بودن. در قسمت کنسول ها محصل نهاد عزیز، کنسول ها البته کسایی که امور کنسولی را انجام میدن، خود امور کنسولی بیشتر جنبه اداری داره نه موضوع سیاسی، بیشتر به خاطر موضوعات اداری هست که مأمور کنسولی هم از دو نوع مسئولیت برخورداره، یک مسئولیت جزایی و یک مسئولیت قضایی. اما در کل محصلین عزیز مسئولیت قضایی کنسول ها به وسعت و گستردگی مأمور دیپلماتیک نیه، بلکه محدودتر از اوناست. یعنی مسئولیت قضایی از اونها شامل مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی هست، اما تنها در دعاوی که مربوط به موضوعات رسمی کنسولی و اماکن کنسولی هستند. که این موضوع در ماده 43 کنوانسیون وین 1963 ذکر شده. چنانچه در این موضوع ذکر شده که مسئولیت جزایی مأمور کنسولی صرف تا حدی است که مستقیما راجع به وظایف رسمی او باشد. تکرار میکنم، در مورد موضوعات مسئولیت جزایی کنسول ها کسانی هستند که گفتیم کارهای وظایف اداری دارند میشته، مسئولیت جزایی مأمور کنسولی صرفا تا حدی است که مستقیما راجع به وظایف رسمی او باشد. یعنی اگر مأمور کنسولی مرتکب جنایت مهم شود، بازداشت موقت وی به دستور مقامات قضایی ممکن است و دادگاه محلی حق محاکمه مجازات از او خواهد داشت. خب محصلین گرامی، این در قسمت اصل صلاحیت سرزمینی بود. اصل صلاحیت سرزمینی در همینجا میخواییم ببنده. در قسمت اصل صلاحیت سرزمینی پس جمع‌بندی میکنیم. در حقوق جزای بین الملل ما 4 تا اصل داشتیم. اصل اول صلاحیت سرزمینی بود که جمله صلاحیت اصلی بود. اصل صلاحیت سرزمینی در قدم اول به کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم میده که جرم در قلمروی از او کشور اتفاق افتاده باشه. امیدوارم تا این قسمت کاملا متوجه شده باشید. حالا میم اصل دوم با هم شروع میکنیم. اصل دوم چی است؟ یک مثال میخوام برای شما بزنم محسنین گرامی. در صورتی که اگر به فرض مثال یک شخص پاکستانی یا یک شخص ایرانی میره داخل پاکستان پول افغانستان جعل میکنه، یک ایرانی رفت داخل پاکستان پول افغانستان جعل میکنه، اینجا کی ضرر میکنه؟ افغانستان. جرم کجا اتفاق افتاده؟ داخل پاکستان. و میگیم کدام کشور صلاحیت رسیدگی به جرم داره؟ میگیم کشور پاکستان. چرا؟ چون میگیم جرم اونجا اتفاق افتاده. ما اصل صلاحیت سرزمینی رو خواندی. بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی در قدم اول کشور صلاحیت رسیدگی داره که جرم اونجا اتفاق افتاده باشه. خب چون جرم داخل پاکستان اتفاق افتاده، میگیم پاکستان صلاحیت رسیدگی داره. حالا یک سوال به وجود میاد. اگر پاکستان، دولت پاکستان نخواست به این جرم رسیدگی بکنه، خب مثلا مفادی هم به جیب دولت پاکستان میره، علاقه ای به رسیدگی به این جرم نداره، این چه کار میشه؟ اینجا دولت افغانستان متضرر شده. حالا بر اساس چی اصل ما به این جرم رسیدگی بکنیم؟ ما اصل دیگه ای داریم به نام اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت منفعتی. بر اساس اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت منفعتی
کشور میتونه به جرم رسیدگی بکنه که جرم علیه منافع از او اتفاق افتاده، یعنی در قلمروی از او اتفاق نیفتاده، علیه منافع از او در یک کشور دیگه جرم اتفاق افتاده اما علیه منافع کشور ما. اصل صلاحیت منفعتی محسنین عزیز به نام اصل صلاحیت واقعی هم میگن، به نام اصل صلاحیت عینی هم میگن و واقعی، منفعتی و عینی. چرا؟ اصل صلاحیت منفعتی به این خاطر هست که خب منافع از این کشور به خطر افتاده، جرم جرم هست که منافع کشور به خطر انداخته. اصل صلاحیت عینی هم دقیقا همین چیز است، کلمه عربی است، چشم معنا میده، عین منفعت را معنا میده، مال و منفعت را معنا میده. در اینجا منظور از او، حال مراد از مفهوم منفعت از او هست. و اصل صلاحیت واقعی به این خاطر میگن که چون میگن واقعا این متضرر شده، درسته در او کشور جرم اتفاق افتاده اما ضرر واقعی کی دیده اینجا؟ ضرر واقعی علیه کشور اتفاق افتاده که علیه ضرر واقعی کشور دیده که جرم علیه از او اتفاق افتاده، پس به صورت واقعی این صلاحیت رسیدگی داره. اما بیم یک تعریفی از صلاحیت واقعی ارائه بکنه. از صلاحیت واقعی یا منفعتی یا عینی چی است؟ البته در کد جزای افغانستانی اصل به نام اصل صلاحیت ذاتی یاد شده، اصل صلاحیت ذاتی می میگن در کد جزا درد شده این موضوع. خب تعریف از این، طوری که شما در روی سلاید میبینیم، اصل صلاحیت واقعی به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور است نسبت به جرائمی که در خارج از قلمروی آن کشور علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور اتفاق افتاده باشد. چند نکته مهم هست اینجا محسنین گرامی. میگیم اصل صلاحیت واقعی به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور. این یعنی چی؟ این نیاز داره توضیح بدیم. به جرائمی که خارج از قلمرو، ای که واضح هست، اینم باید با ای که واضح هست توضیح بدیم، خارج از قلمروی اون کشور علیه منافع حیاتی و اساسی اون کشور اتفاق افتاده باشد. ببینیم اولین از موضوع از نکته ساده شروع میکنیم. اصل صلاحیت واقعی زمان ما میتونیم استفاده بکنیم که جرم به بیرون از کشور ما اتفاق افتاده باشه. اگر جرم در داخل کشور اتفاق افتاده باشه ما از اصل صلاحیت سرزمینی استفاده میکنیم. ما نیازی نداریم که از اصل صلاحیت عینی یا واقعی یا منفعتی استفاده بکنیم. اصل صلاحیت سرزمینی میتونیم استفاده بکنیم. اما زمانی که اگر جرم علیه منافع ما به بیرون از کشور اتفاق افتاده باشه ما میتونیم از اصل صلاحیت واقعی یا منفعتی استفاده کنیم. پس وقتی میگیم جرائم خارج از قلمرو، این ما پس فهمیدیم. البته چه نوع جرائمی که خارج از قلمروی ما اتفاق افتاده باشه؟ جرائمی که علیه منافع حیاتی و اساسی کشور باشه. یعنی اساس صلاحیت عینی، صلاحیت عینی یک اصل بسیار ویژه است، یک اصل بسیار خاص است. حالا یک سری خصوصیات داره که بعداً باز انشاءالله این خصوصیات در سلایدهای بعدی توضیح میدم خدمت شما. اصل صلاحیت واقعی ما زمانی میتونیم استفاده بکنیم که منافع حیاتی و اساسی کشور ما به خطر بیفته. یعنی جرم علیه منافع یک شخص اتفاق نیفته باشه، علیه منافع یک کشور اتفاق افتاده باشه. مثلا یک شخص افغانی میره در داخل پاکستان، یک نفر از او سرقت میکنه، ببینیم اینجا منافع یک شخص به خطر افتاد. درسته جرم قابل رسیدگی است اما بر اساس اصالت واقعی ما رسیدگی نمیکنه، ما بر اساس اصول دیگه رسیدگی میکنیم. جرائم ما رسیدگی میکنیم بر اساس اصل صلاحیت واقعی که منافع حیاتی و اساسی کشور ما رو خطر انداخته باشه. مثلا چی؟ مثلا جعل پول. به طور مثال در داخل پاکستان داره پول افغانستان جعل میشه، ببینیم این به تمام منافع کشور صدمه میرسان، نبره یک نفر یا دو نفر یا یک شخص یک گروه، به تمام منافع کشور، منافع اساسی و حیاتی.
چرا؟ چون رگاه اقتصادی کشور از بین میبره. وقتی پول افغانستان جعل بشه، پول جعلی وارد رگاه اقتصادی کشور بشه و رگاه اقتصادی کشور تزریق بشه، ما نسبت به پول افغانستان بی‌اعتماد میشیم. در کل ارزشی پول پایین میه. ببینیم به حیات اقتصادی ما ضربه زد. پس ببینیم چنین موضوعات و چنین جرایمی. حالا ما باز مفصلا در سلایت های بعدی مشخص میکنیم دقیقا کدام جرایم جرایم حیاتی و اساسی است. اما حالا به عنوان یک مثال، پس ما فهمیدیم که جرایم حیاتی و اساسی چیست. پس محصلین عزیز، وقتی ما میگیم که اساس صلاحیت واقعی، پس باید جرم به خارج از کشور اتفاق افتاده باشه علیه منافع حیاتی و اساسی کشور. اما اینجا یک بحث دیگه هم ما داشتیم. اول گفتیم اصل صلاحیت واقعی به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور است. ای به چی معنا؟ ببینیم، وقتی ما میگیم اصل صلاحیت سرزمینی، چون جرم در قلمروی ما اتفاق افتاده، ما میتونیم به جرم رسیدگی بکنیم و مطابق به قوانین خود رسیدگی میکنیم. وقتی که فرد به محکمه راجع بشه، محکمه زیرساله، محکمه محل ارتکاب جرم هست، ما جرم رو به اون محکمه راجع میسازیم و مورد محاکمه قرار میگیره. اما اینجا بحثی که وجود داره، صلاحیت واقعی زمانی اتفاق میفته که جرم به بیرون از کشور اتفاق افتاده. به بیرون از کشور ما چه قسم به جرم رسیدگی بکنیم؟ حالا اصل صلاحیت واقعی همین اجازه رو برای ما میده. میگه اصل صلاحیت واقعی به این خاطر هست که صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی شما گسترش پیدا میکنه و او فعل که به بیرون از کشور علیه منافع حیاتی و اساسی شما صورت گرفته، برای شما اجازه میده که شما او عمل را مورد محاکمه مجازات قرار بدید. به همین خاطر میگیم به معنای توسعه، یا به عبارت دیگر به معنای گسترش صلاحیت قانونی و قضایی ما نسبت به جرایمی که به بیرون از کشور علیه منافع حیاتی و اساسی ما اتفاق افتاده باشه. امیدوارم که تا اینجا مفهوم از این گرفته باشه. خب، اصل صلاحیت واقعی تاریخچه از این اصل رو هم صحبت میکنیم که اصل صلاحیت واقعی از چه زمانی به وجود آمد و چه وقتی اصل به عنوان یک اصل رسمی شناخته شد. ببینیم اصل صلاحیت عینی یا واقعی یا منفعتی اولین بار از لحاظ تاریخی در دولت شهرهای ایتالیا در قرن 14 و 15 استفاده شد. البته در روز ما ایتالیا به عنوان دولت شهر اداره می شد، یعنی هر شهر از خود قوانین و مقررات خاص خود داشت. در اون زمان چه اتفاق افتاد که ما میگیم که اصل صلاحیت واقعی اختصاص میدیم به عنوان اولین موضوع به ایتالیا؟ ببینیم، اون زمان پیشتر هم گفتیم که ایتالیا به عنوان دولت شهر اداره میشد، یعنی هر شهر از خود قوانین خاص داشت. برخی از این شهرها حاکمیت قوی تر داشتند، یا به عبارت دیگر حکومت قوی تر داشتند، و اینها با مجرمین به اصطلاح رویه بسیار سخت داشتن، رفتار بسیار سخت داشتن و کمتر مجرمین جرأت میکردن در داخل از این شهرها اقدامات جرمی انجام بده. اما برخی از شهرها حاکمیت ضعیفتر داشتن و بیشتر مجرمین در اونجا اعمال مجرمانه انجام میدادن. بالاخره این شهرهایی هم، هر شهر هم قوانین و مقررات خاص خود داشت و مجرمین خود مورد محاکمه و مجازات قرار میداد. برخی از این شهرها که حاکمیت قوی تر داشتند و زمانی که بازرگانان از اینها یا تجار از اینها از این شهر وارد شهرهای دیگه می شدن در داخل
در بین شهرهای دیگه اینها مورد غارت قرار بگرفتن. این شهرهایی که دارای حاکمیت قوی تر داشتن آمدن مداخله کردن در این موضوع و این مجرمین به نحوی که خارج از قلم روی از اینها مرتکب جرم شده بودند اینها را به نحوی دستگیر کردند یا دستگیر میکردند و مورد محاکمه و مجازات قرار میدادند، در حالی که این مجرمین در داخل شهر از اینها اعمال جرمی انجام نداده بود. یعنی این میگن به عبارت دیگر حقوقدانا میگن این اولین نمونه استفاده از اصل صلاحیت عینی است. جرایمی که علیه منافع از این شهر به بیرون از شهر اتفاق افتاده است. حالا این اولین نمونه تاریخی از او است، اما اولین نمونه مدرن از او که در کجا استفاده شد در داخل کشور فرانسه بود. در سال 1808 در قانون اجرات جزایی کشور فرانسه آمده اصل به عنوان یک اصل به عنوان یک اصل در قانون فرانسه درج شد. البته در قانون فرانسه دو جرمر آمد به رسمیت شناخت، یعنی دو جرمر برای دولت اجازه داد که از دو جرم از این اصل در قسمت دو جرم استفاده بکنه، یکی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت و دیگه جعل پول دولت. در این حالت این میتونست که به این جرایم رسیدگی بکنه. در غیر از او، در غیر از این دو جرم صلاحیت رسیدگی نداشتن و نمیتونستن و ای است در سال 1931 به عنوان یک اصل بین المللی در قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل درج شد. قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل به مثل موضوعی که در قانون فرانسه درج شده بود آماد ای اصل در ماده چهارم به عنوان یک اصل بین المللی به رسمیت شناخت. در ماده چهارم ای اصل آماد درد شد که دولت ها از این به بعد میتونن به جرائمی که به بیرون از کشور از اونها علیه منافع حیاتی و اساسی از اونها اتفاق افتاده باشه میتونن به این جرائم رسیدگی بکنن، که البته ای جرائم شامل دو موضوع هست: یک جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از او کشور و دوم جعل پول اسناد مهرهای و نشانه های رسمی دولت. نکته مهمی که اینجا هست ای موضوع به مثل قانون فرانسه است، یعنی به نحوی گرفته شده از قانون فرانسه است، اما نکته ای که اینجا مهم هست در قانون فرانسه درد شده بود که در صورتی که اگر این اعمال توسط یک خارجی اتفاق بیفته، که در قانون در قطعنامه حقوق بین الملل آمده ذکر شده که توسط هر شخصی حالا میخواه اتفاق بیفته، در صورتی که فرق نمی کنه چه طبعی از این کشور باشه چه خارجی به بیرون از کشور جرم انجام بده که علیه منافع حیاتی و اساسی کشور باشه، او کشور میتونه به این جرم رسیدگی بکنه. اما در افغانستان محصلین عزیز این اصل در قانون جزا هم ذکر شده بود و در کد جزا هم این اصل ذکر شده. در کد جزای افغانستان در ماده 20 کد جزای افغانستان آمده این اصل درج شده. من ماده 20 رو یک بار برای شما مطالعه میکنم. ماده 20 کد جزای افغانستان گفته عنوان هست تطبیق قانون از حیث اشخاص. ماده 20 میگه احکام این قانون بالای شخصی که در خارج قلمروی کشور مرتکب یکی از جرایم زیر شود تطبیق میکردن. ببینیم احکام این قانون بالای شخص، حالا فرق نمیکنه خارجی باشه افغان باشه هر کی میخواد باشه، بالای شخصی که خارج از قلمروی افغانستان، یعنی باید حتما جرم بیرون از کشور اتفاق بیفته، بیرون از قلمروی کشور اتفاق بیفته. اگر داخل قلمروی کشور اتفاق بیفته بر اساس چی رسیدگی میشه؟ بر اساس اساس صلاحیت سرزمینی رسیدگی میشه. جرم بر اساس
از صلاحیت سرزمینی ما رسیدگی میکنم و اگه خارج از قلمرو اتفاق بیفته بر اساسش. میگه جرم خارج از قلمرو یک کشور مرتکب یکی از جرایم زیر شوند. جرایم چی؟ یک، جرایم علی امنیت داخلی و خارجی، تزویر اسناد، جعل پول و جعل نشانه. البته این در 4 مورد ذکر شده در بخش موضوع بین الملل که پیشتر برای شما گفتم قطعنامه بین الملل 2 مورد هست. البته در افغانستان هم در حقیقت همون 2 مورد هست که در 4 بخش ذکر کرده، جرایم علی امنیت داخلی و خارجی این یک مورد هست. مورد دوم که جعل پول اسناد مهر یا نشانه‌های دولتی است، این در یک بخش ذکر شده اما در افغانستان در 3 بخش ذکر شده. چرا؟ چون در افغانستان ما جعل پول، جعل و تزویر 2 موضوع جدا هست. در بیشتر از کشورها جعل و تزویر یک چیز هست، میگن جعل پول جعل اسناد، اما ما در افغانستان برای اسناد تزویر آمده میایم استفاده میکنه و برای پول جعل استفاده میکنه و جعل نشانه ها و مدال های دولتی. در افغانستان بر اساس از این موضوعات ما از اصل صلاحیت عینی استفاده میکنیم. بحث این جلسه رو همینجا ختم میکنیم محصلین عزیز. انشاءالله ادامه بحث اصل صلاحیت عینی، شرایط عزیز و یک سری موضوعات دیگر جلسه بعد انشاءالله به خدمت شما هستیم. اوقات خوش داشته باشیم، در پناه حق باشیم. خداحافظ.